امید خداوند بخشنده مهربان با عرض سلام و وقت بخیر برای تک تک شما عزیزان و دوستان برنامه رمز زندگی. آرزو میکنم زندگیتان سرشار از نشاط و شادمانی باشد و رمز زندگیتان همیشه گشاده باشد و هیچگاهی زندگیتان با خطر مواجه نباشد. برنامه هست و شما را تا ساعت دو امرایی میکنیم. من تنها نیستم امروز، خوشبختانه جناب محترم استاد مجیب الرحمن اقبال باغ با ما همراه هم کلام هستند. کسانی که دیروز گفتن چرا استاد نیست، استاد کمی کار داشت، بالاخره استاد هم مصروف میشن بعضی وقتا، اما خوشبختانه امروز در برنامه با خود داریم ایشان و پیرامون یک موضوع خیلی جدی صحبت های داریم. همیشه شما شنیدین از وابستگی عاطفی یا به اصطلاح عام‌تر بگیم تا همه خوبتر بفهمن، عشق عاشقی. عشق عاشقی در دوران جوانی، نوجوانی و حتی بزرگسالی و حتی در برخی حالات ممکن است در پیری هم اتفاق بیفته. ای که چرا افراد عاشق میشن مخصوصا در سنین نوجوانی، چرا نوجوانان زود وابسته میشن و این وابستگی عاطفی چقدر میتونه برای آیندهشون مخرب باشه، در برنامه امروز صحبت های داریم. دلیل انتخاب این بحث و این موضوع بازم حادثات و واقعات دلخراشه که ما متاسفانه آگاه میشیم از خودکشی، از ضرر رساندن نوجوانان به خود در بابتی که عاشق بودن و دیگر معشوقیشان در کنارشان نیست و یا هم رفته عروسی کرده. میخواییم به خاطر از این موضوع انتخاب کرده، میخواییم پیرامون از این به خانواده های عزیز و محترم معلومات بدیم. صحبت های ما به درازا کشید و استاد هم منتظر هستن. استاد سلام و وقت زیبای شما هم بخیر. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بیننده های عزیز برنامه و خوش هستم که دوباره در خدمت قرار دارم و یکی گاهن اتفاقات قسمی مفته که یکی از روزها آدم غیر حاضر میشه، خب طبیعتاً دل آدم زیاد میخواه که در متن و بطن جامعه و در تعامل با افراد جامعه باشه، اما یکی گاهن قضا و فلک آدم نمیتونه برسه. به هر حال امیدوار هستم که اون چیزی که آتش بیننده های ما به خاطر کسب معلومات در مورد موضوع امروز هست و نوعا شاید قسمت عظیم از بیننده های ما با این حس تجربیات داشته باشند، امروز من شما صحبت های ما مومد واقع شد و بتانیم کمک بکنیم که یک تغییرات در نگرش بیننده های ما ایجاد بتانیم. بله، امروز در برنامه مخاطب ما نوجوانان و جوانان عزیز هستند، مخصوصا کسانی که عاشق هستند و یا هم تصمیم به عاشق شدن دارند. چرا وقتی که استاد دوران جوانی یک قسم، نوجوانی یک قسم است، وقتی که نوجوان هستی و بعدا جوان میشی، مخصوصا فیلم های ایندی و سریال ها را میبینی، فیلم های رومانتیک میبینی، همه آرزو میکنن که کاش یک بار در زندگی عاشق شوند، اما وقتی که عاشق میشن دیگه اون زمان بدتر است. حس خوبه هست، ابتداش حس میکنی که دنیا را به دست آوردی، اما متاسفانه حافظ با اون عظمت بینشی که داشت میگه الا ایها الساقی ازر کاسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. حالا در جامعه ما مبتنی بر تجربیات، مبتنی بر تقاضاها و مقتضیاتی که بیننده ها و جوانان ما دارند، در این قسم یک فضا و در این قسم یک احوال بیاین که یک بار به اصطلاح عام چلفصاف همین مسئله را از آب بیرون بکنیم تا بفهمیم که ما عاشق هستیم، آیا فلان کس ارزش ازیر داره که من زانوی غم در بغل بگیرم، یا بیشتر از این که من او فرد یک آدم مکمل بدانم، خودم یک آدم فقیر حقیر زبون ناتوان عقیم سترون یافتیم که در مقابل از اونا هیچ هستم. و هر وقتی که تصویر هر دوتای ما به ذهن ما میرسه، من خود بسیار حقیر و پا افتاده میدانم، طرف مقابلم بسیار با شکوه و عظمت و جلال و بزرگی. اینجاست که متاسفانه راه را دیگرگون رفتیم و شروع و آغاز ما بر یک ایده نامناسب و نادرست میشه که به هر حال ما توقعی من این نیست که من و شما بیشتر از اینکه احساس وابستگی مثبت، اصلا وابستگی به من بجاش احساس عشق داشته باشیم، اما عقده حقیرانه و عقده که من و شما خود ما را عقده حقارت تهدید میکنه، میم حس بکنیم یا ادعا داشته باشیم که گویا ما عاشق و در گرو کسی هستیم. بله بسیار خوب استاد، اگر اجازه بدین من شما را تماس بین کنم. ببینید دایما کمی لحظه مشکل دارن و مخاطب ما هستن، میتونن با ما همراه هم کلام باشن. شماره تماس برنامه هست 0700 111 130 و شماره دیگر 0700 111 555 و همچنین صفحه فیسبوک همین لحظه فعال است و شما میتونین نظریاتتون با ما شریک بسازین و پرسش هایی که دارین. ما منتظر پیام ها و پرسش های شما هستیم تا که
گریه از مشکلات شما از آن گشوده شود. خب استاد، پس بیاین برنامه را از اینجا آغاز کنیم که عشق چی هست؟ چرا عاشق میشه؟ خیلی خب، این تعریف ما بارها و بارها در برنامه های متعدد، شاید که ده ها برنامه تلویزیونی از عشق تعریفی داشتیم. از چون موضوع واسه بله. از زندگی همان دقیقاً حالا چون موضوع خیلی مهم هست و مخصوصاً در شرایطی که ما با اتفاقات ناگوار خودکشی نوجوانان روبرو میشیم، ناشی از احساس یا بینش که اونا میگن به اصطلاح عاشقانه، در این قسم یک حالات ما باز همین تعریفت مکررن میگم که عشق حسی است که توأم با آگاهی و شناخت حاصل میشه. بله. آگاهی و شناخت. حالا بعضی از بیننده های ما میاین یک تعریفات و یک توجیهات و تفسیرات عجیب غلط نادرست متاسفانه میداشته باشن از این تعریفات که عشق با کی و عشق با عرفان و عشق با بابا. اصلا عشق در رابطه با جنس مقابل و توأم با آگاهی و شناختی که حاصل میشه، همین را میتونیم بگویم که عشق و الا هر حالت جنون آمیز و توهم آمیز و هر حالتی که من و شما را از حالت احساسی عادی ما بدر بکنه، هر احساسی که من و شما را مجنون و دیوانه جلوه بده، اونا علی نسیون ما هست، بی از خود بیگانگی ما را نشان میده تا اینکه عاشق بودن و به اصطلاح اداهای عاشقانه ما را نشان میده. حالا ما نمیفهمم که چه قسمت از بیننده ها چی نوع شناخت و مطالعات از این پدیده دارن و این احساس را مبتنی بر چی گونه یک نگرش ها میبینه. اگر از وجوه عرفانی ببینیم، اکثرا میگن که عشق همو راه رسیدن به خداست، عشق فقط در رابطه با خدا و با انسانو. این توجیهات به هر حال مبتنی بر نگرش و تجربیات هر فرد وجود داره، اما چیزی که حکم روانشناسی هستی که احساسی که با آگاهی و شناخت حاصل میشه در مقابل طرف مقابل و طرف مقابل هم مشخصا جنس است. در این قسم یک حالات هدف ما از جنس مسئله جنس اناس ذکور بودن مطرح میشه و در این قسم یک حالات اگر احیانا ادعاهای ناشناخته، بینش های ناشناخته مطرح میشه، کسی ادعا میکنه که در یک نگاه و زلفایش او را دیدم، کمر باریک و نمیفهم دید و وادید های پوهنتون و صنف پوهنتون و قرار به اصطلاح کافیتری های پوهنتون و در یک بینش و در یک دیدار، اینا بیشتر اسیر جلال جلوه هستن. با معذرت که میخوایم ایره بگویم که بیشتر مریض جنسی هستن تا اینکه بخواین خودشان عاشق جا بزنن. سوالات شما رو میخوانیم و جواب هم در برنامه امروز پیدا میکنه. برادر ما غلام از رزجان محمدی گفتن سلام، ببخشید سوالای من رو جواب بدید که من از ایران پیام دادم، من وقت پیدا نمیکنم. حتما چرا سوال شما رو جواب میکن جناب استاد. بعد از سوال مقیم جان، سوال همیتون رو جواب میگیم، فقط شما پیام بگذارین، ما پس از این بس موضوع شما. چون موضوع بزرگ است، در این حال خیلی شدید و حاد اجتماع هست، تعداد از مخاطبان ما زیاد است. منتها غلام حضرت گفتین؟ بله. غلام حضرت جان سوال شد قسمی از استاد که گفتن یک سلام، گفتن یک پسر و یک دختر با هم نامزاد می شوند، دختر دوست دارد اما پسر دوست ندارد، یا پسر دوست دارد برعکس دختر دوست ندارد، چطور محبت کنند، دل هم دیگر پیدا کنند؟ چرا اگر قرار باشه که محبت نباشه نوعیت رابطه شکل بگیره؟ یک. دوم، ایجاد انگیزه و علاقه و شور و شوق در زندگی مشترک برمیگرده به همون تعریفی که در گذشته ها و چندین برنامه ما داشتیم. بله. امو توانایی تحمل تفاوت های همدیگر، همین که در وجود طرف مقابل هم مموجگیری کردم، همین که هر لحظه عیب جویی کردم، ای عیب جویی های ما دلیل بر این شد که بالاخره رابطه سرد و سردتر شد و سبب ازی شد که بالاخره محبت در کار نباشه. متاسفانه حتی در ادوار نامزادی متواصل به خیانت و رابطه عاطفی دیگر را احداث بکنن. حالا اگر احیانا طرف مقابل به ما میل و رغبت نداره یا ما به طرف مقابل میل و رغبت نداریم، من با و یا زمینه از اینکه ما شما راهکارهای دیگر هم داریم، گورا ما اگر قرار باشه که اما وقت برنامه شاید خیلی محدود باشه که کلش برتان توضیح بدم،
و این سوال به حدی هم بزرگ است، سوالتان که شاید ساعت‌ها اگر روش صحبت بکنیم راه حل مناسب پیدا کردنش در وجود همون یک ساعت بحث ما باشه. حالا استاد اگر موافق باشین این بحث بگذاریم به یکی از برنامه ها مفصل پیرامونی صحبت کنیم. خوب است غلام حضرت عزیز، این سوالتان را به خاطر اینکه که شما گله کردین که ما مثلا زود رسیدگی نمیشه به سوالات ما، این را بگذاریم یک روز مکمل، به خاطر ای که خانم شوهرش یک مقدار به اصطلاح دوری میجویه و شوهر از خانم، نامزدها با هم، دختر از پسر، پسر از دختر، در این به خاطر از این یک بحث مکمل را به خاطر همون گله که شما داشتین و اختصاص میدیم براتان. قول ما این است که رضایت شما و کسب رضایت شما پالیسی اساسی برنامه ما و برنامه اجتماعی ما هست. انشالله این گلهتان به سر چشمان ما قبول داریم و ایره یک برنامه مکمل، چون بحث بسیار بزرگ است، امرایتان موضوع شریک میسازیم و توضیحات لازمه در یکی از برنامه ها بر شما ایرایه میکنیم. بله، بیننده زیادی پیام گذاشتن، اما امروز نام خودم تماس زیاد است و هم پیام ها فکر میکنم عاشق زیاد است و هم عاشق های شکست خورده. دقیقا بله. جامعه من شما خب به هر حال که چین و ساختارها و چین و مسائل روانی و نوعیت حالت خانوادگی چگونه مطرح است، اینا کل سوال برانگیز است و در قسمت شکلگیری از این احساس نقش داره. بنابراین ما در استاد اگه موافق باشی نمی تماسم پاسخ بگیم، مزید میخوام از اینکه صحبت های شما رو بار بار قطع می کنم. بله بفرمایید. سلام با شما، وقت زیباتان بخیر. سلام علیکم صاحب، چی حال دارید؟ صحتتون خوبه؟ تشکر، زنده باشین. بفرمایید از کجا و پیامتان و یا هم نظری که دارین یا مشکلی که دارین. راشد شریفی هستم از دنمارک. راشد جان خوش آمدین به برنامه ما، بفرمایید مشکل. سلامت باشین، سلام تقدیم میکنم خدمت استاد. لطف میکنین، مهربان هستین، از راه دور تماس میگیرین، شما ای که زحمت میکشین و برنامه رو میبینین، لطف میکنین. سلامت باشین، تشکر. تقریبا چندین روز است که میخوایم تماس بگیرم، نمیفهم چون ازدهام زیاد هست یا لین مصروف میباشه. بالاخره حالا تقریبا 10 دقیقه انتظار کشیدین تا نوبت میرسه. بسیار خوب، علی بفرمایید مشکلتان رو بگید. من یک سوال داشتم استاد، تقریبا مدت 17 سال میشه در دنمارک زندگی میکنم. خب و 14 ساله بودم که به دنمارک آمدیم. تقریبا مدت 7 سال میشه که من یکی از دوست داشتم، اگر برنامه شما مناسب باشه که نامش بگیرم مشکل من ندارم. نامش اگر خواستی بگیر، اگر نخواستی هر گونه که خودت سلام میدانی بر ما فرق نمیکنه. و تقریبا مدت 7 سال میشه که با هم دوست بودیم. فقط یک ماه پیش او دختر نامزاد شد امرای بچه مامای خود، که بچه مامایش هم تقریبا یک سال کمتر میشه که به میجا آمده، بسیار بچه خوب است. من رای از وام گرد زدم و بالاخره اونا به خاطر امی قبولی و اینا گفتن ما امی کار کردیم و این دختر خودش هم خوش نبود که با او نامزاد شده و این همه طور یک جنجال بر ما پیدا شده و من هم میفهم ایچ اصلا که چی باید کنم. عزیز، یک تا سوال در قدم اول عرض اندام میکنم. قبولی شدن او رو با یک جعل و دروغ و تزویر به نظرتان ارزش هزیره داره که یک آدم با زندگی خود قمار بزنه؟ یک. دوم، اگر قرار باشه ما به خاطر قبولیم بیایم، ما میخوایم عشق بورزم به خاطر از اینکه زندگی ما مملو از لذات و سرشار از بودن و با همی داشته باشم، 7 سال از زندگی کردیم با یک کسی، این احساس به حد در وجود ما جوانه زده و گل کرده که اصلا این 7 سال شاید که صدمات 70 ساله را بر ذهن ما برسانه اگر ما این رابطه را منقطع بسازم. حالا همین رابطه را میاییم با همین گرمی و با همین ملاطفت و مهربانیش بیاییم به خاطر گرفتن قبولی خودم بندازم اسیر دام دیگران بسازم، بیشتر از این که با معذرت، اگر بیشتر از این که جنبه مجبوریت مرا داشته باشه، بیشتر امو اسیر هوا و هوس بودن میرسانه. دوم، پسر مامایم اگر آمده از اینجا به دنمارک پیش ما قرار نیست که قربانی بتون به خاطر از این فرد و عشق 7 ساله ما بیاییم به خاطر از او به اصطلاح متلاشی و بر همه در هم بسازم. ثانیاً این سوال از شما ای که 7 سال میشه چرا اقدام به ازدواج نکرده؟
بله مخاطب عزیز، آواز مردان راشد جان متاسفانه تماس راشد جان قطع شد. متاسفانه که بود باید میپرسیدیم. خیلی بحث داشتم امروی راشد و اینکه راشد بحث تلفنشان قطع شد. به هر حال من سوالات داشتم که راه حل های پیدا میشد که بالاخره راشد را قناعت بتیم و اینکه این رابطه چقدر به شما بدر بخور بود نبود، یا اصلا این 7 ساله به اساس یک بینش زندگی کردی که خودت فریب داری. بله. ای را باید بالاخره من شما پیدا میکردیم راهش. به هر حال این سوالات برجسته است. 7 سال زندگی کردی در جامعه اروپایی، در دنمارک. بله. و در اونجا شرایط اوضاع و احوال بله. با مسرف خیلی زیاد از بادقیز تماس داریم، بسیار به مشکل تماسشان برقرار شده، اونا هم مشکل دارن. فکر کنم که عاشق هستن. عبدالبصیر عزیزی روی خط هستن، ما میشنیم که چی گفتن دارن. سلام برادر عزیز، وقتان بخیر. سلام و درود نثار خود بانی محترم و سلام درود نثار جناب. لطف میکنی عزیزی معظم، لطف میکنین مهربان هستین. بفرمایید. عبدالبصیر عزیزی هستم، مصرف وظیفه هستم، اردوی ملی ولایت بولامرقا ولایت باغده. خدا شما را کم نسازه، شما کردت خریده؟ که ما هستیم. تشکر، زنده باشی. دکتر صاحب ما در کومین دادم. نمیخواستم مزاحمتتون شم، زنگ بزنم. خوشحالم که زنگ زدی که ما مشتاق بودیم که امروز صحبت بکنیم و گپ و گفتنی های داشته باشیم. خود شما چه کنه که زنگ بزنم؟ بله. ما دکتر صاحب سوالی مایی بود. بله. ما هر کسی که میبینم عاشق نمیشم که کرده، ما عاشق کنم. آها. ما عاشق انسان ها هستم، عاشق طبیعت هستم، عاشق اونو مکتایی هستم که رفتارشان، کردارشان با محبت هست. بله. ای از مؤلفه خوبتان است. ای در واقع حس مقبول، بینش مقبول شما را نشان میده. اما عزیزی تعریف ما را ازش شنیدی؟ بله. گفتم تعریف ما را ازش شنیدی؟ شما خیلی ضعیف میاد. خب گفتم تعریف ما را ازش شنیدین شما؟ نه من متاسفانه پشت خط بودم، از برنامه شما برآمده بودم. خب اوکی. ما چیزی را که شما گفتین بسیار مقبول و بجا و ای را یکی از مؤلفه های خوب می دانم به ای که عزیزی چقدر انسان به لحاظ درونی مقبول است، دید مقبول داره، باورها و نگرش های مقبول داره و ای جامعه را محل عشق و محبت می دانه. ای بسیار خوب است. فقط یک نقطه را، یک واژه را ما امراش یک مقدار می خواهیم توضیحات داشته باشم که عشق احساسی که آگاهی و با آگاهی و شناخت حاصل میشه در مقابل جنس، که در جنس یعنی یک دختر با آقا، یک آقا با آقا پسر، این مسئله مطرح میشه. یکی شما اینقدر دید مقبول دارین، همون محبت شما را نسبت به جامعه، نسبت به افراد، نسبت به زندگی خوبتان میرسانه و خیلی خوش هستم که شما را دارم و اینقدر که شما لطف میکنین در وظیفه هم هستین، ما را هم تعقیب میکنین. خیلی خوش شدم از اینکه صدای مقبول دانم شنیدم. تشکر، من خوشم جناب دکتر صاحب. لطف میکنین. تمام کلام شدیم و دیگه مشکلی که از جناب دکتر صاحب با کسایی که عاشقش هستی میخوای با اونها صحبت داشته باشی یا که رضا ششت برخواست داشته باشی، متاسفانه یه جرزش برای قائل نیستم. آها ای قسمت، حالا ای قسمتش قابل سوال از برمام. بلفرض خودت در چی نوع یک حالت ببینی؟ آیا تفاوتای فرهنگی و اجتماعی و نگرش های حاکم بر جامعه را مراعات میکنیم یا مد نظر میداشته باشیم یا نمیداشته باشیم؟ اینا دوم، اگر قرار باشه که من درست عاشقش هستم و قرار نیست که هر لحظه اونا بر ما محل بگذاره، به دلیل که اینجا جامعه، اجتماع، فرهنگ، اعتقاد، باور، دید، آیین، مذهب، اینا یک سلسله محدودیت ها را بر من و شما وضع میکنه. قبول دارین این امرای؟ درست جناب دکتر صاحب. ببخشید یک سوال، ما وجود ما پرس مکمل وجود ما در سوال است. من خواهش میکنم، خوش میشم. اصلا همین برنامه را به خاطر خودت نشستیم، همین که خودت ابراز نظر میکنی، سوال میکنی، در خدمت هستم. دکتر صاحب یک چی دیگه است که عاشق میشی کسی است که ما واقعا میگم بله. هیچ بور ندیدیم، هیچ ندیدیم که دشیش گف نزدیم، اما عاشقش هستیم. اصلا نمیتونی پیدا کنی که این احساس از کجا شده؟ اصلا نمیتونم که کجا دم دل خود خوش هستم که ما عاشق هستیم. این احساس را از کجا کردی، پیدا نکردی تا امروزه؟
کردم همه احساس دارم. بر من بگو که فرزند چندم خانواده هستی خودت؟ بله میشه که 5 سال میشه دوازی فرستم. خب نه فرزند چندم خانواده من نتانستم صدایت بگیرم. برادر عزیز فرزند چندم خانه هستین؟ یعنی اولاد چندم خانه هستین؟ اولاد اول. چند سال داری عزیزی؟ چند سال داری؟ خب چند سال هستین میگن استاد؟ آقای عزیزی چند ساله هستین؟ سن سال شما؟ 19 سال. 19 سال؟ اوکی اوکی. اینجا یک مقدار قابل مکس است. بله. شمایی که مثلا در یک شرایط به هر حال وقتی که میری به اردوی ملی و به لحاظ مجبوریت ها شما را میکشانن به اوجا، خب جامعه متاسفانه فقر اقتصادی و اینا، به هر حال من مطمئن هستم که شما شاید بیشتر با میل خودم اوجا نرفتی و ای که چندین سال در اوجا بودی ای سوالات هست. به هر حال عزیزی شما رو به خدا میسپارم، من براتون توضیحات دارم. تشکر از شما. زنده باشین از شما برادر عزیز. پیام های زیادی در برنامه امروز دریافت کردیم. دکتر سه بیننده ما همه سوال دارن، همه مشکل دارن و همه میخواین که پاسخ به سوالشان گفته شد. مقیم جان همچنان منتظر هستن. خب حالا سوال مقیم جان آغاز کنیم بعدن بعد. از سوال مقیم که گفتن که ما در اینم یک شرایط است و میخواییم بیایم بیرون. نه. اول خود ما باید تصمیم بگیریم که ما من بعد این افکاری که بالاخره سبب بشه ما را آزار بده این از وجود خود بیرون میکنم، منها میکنم و منفی میکنم. دوم امروز تصمیم میگیرم اگر صدها بارم امراش دیدم، حتی خلوت هایی که مثل من و اونا با هم تنها هم نشستیم، اصلا بینش ما در مورد این فرد به اندازه که به یک مرد می داشته باشم، مجزای از اینکه اون را خانم بشمارم، به همین بینش پیش میرم، به دلیلی که من انسان امین هستم و اونا امانت کسی هست. من بعد دیگه با این بینش پیشتر میرم که امروزم همون اشتیاق و شور و شوقی که من قبل از نامزدیش داشته باشم در رابطه از این فرد داشته باشم، این قسمت باید از بین بریم. بلای کلانه که به سر جوانان و نوجوانان و قسمت عظیم از بیننده های ما متاسفانه میاید و این را میخواییم که خوب متوجه باشن بیننده های ما. در تنهایی چی فکر میکنیم؟ در مورد چی فکر میکنی؟ بله. هر لحظه لباس سفید و دریشی سیاه رو در جان خود میبینی با او طرف مقابل، یا امروز با این بینش هستی که او آدم میره به طرف خانه بخت خود و دیگه اصلا تو تقلا نمیکنی، تضرع نمیکنی، گریه نمیکنی، منتظر ازی باشی که ما به هر حال زانوی غم در بغل گرفتیم و طرف عروسش رو میره پشت کارش، استاده میشی، برپا میستی و میفهمی که شرایط اوضاع و احوال اینا رو بیشتر از اینکه بندازی روی شرایط اوضاع و احوال، بیشتر خودت قانع بسازی که یک مکانیزم سازگاری داریم. بهترین مکانیزم سازگاری ای است که من اگر احیانا در یک شرایط قرار گرفتم میگم خدایا اگر ای رو بر من میدادی یا ندادی، ای که ندادی به این معناست حکمتی داری بوده، شاید ازدواج میکردی اما خوشبخت شده نمیتونستی. یک هفته بعد، یک ماه بعد، یک سال بعد از ازدواج زد و خوردتان شکل می گرفت. عشقم بدنام کرده بودی، خودتان بدنام کرده بودی، خانواده را متاسفانه خورد خمیر ساخته بودی، رابطه تا با خانواده کاکا هم از بین برده بودی و ای همون خیرش که برای ماجو شما که میگیم خیرش را بخواییم بهتر است، ای خوب. حالا شاید قسمت از بیننده های ما بگویند که گفتن از این جملات خیلی ساده هست. اما آیا زانوی غم در بغل گرفتن ای بهتر است یا ای که من و شما خود ما را قناعت بتیم؟ اما قناعت خوب است. قناعت بهتر است. بنان لحظات تنهایی تا با افکار مثبت پر بکن. لحظات تنهایی تا چنان پر بساز که دیگه من بعد جایی به خاطر تصویر و مرور کردن فیلم های طرف مقابل در ذهنت نباشه. موسیقی غم‌انگیز، خداوند رحمت کنه شادروان مرتضای پادشاهی رفت، اینا آهنگایی که داشتن متاسفانه اگر تحقیق بکنیم قسمت عظیم از افراد جامعه ما را در حالت تنهایی و شکست و انزوا و وابستگی و شکست عاطفی و شکست عشقی و
هر بدبختی که به سرش آمده متاسفانه اونا خو هنر داشتند و هنرمند بودند، اما ریشه در اعماق همی آهنگای غم انگیز و محزون داره. بنان من بعد تصمیم بگی که اگر احیانا موسیقی میشنوین موسیقی شاد بشنوین. پرسک پنشش. امروز تصمیم بگیرین که در قسمت داشتن آهنگایی که در موبایلتان دارین و گوشکی را باز به گوشتان میزنین و زانوی غم هم در بغل میگیرین، گاهن پنهانی و پتکی عشق هم میریزین، ای آهنگا را بدل بسازین. بیاین موسیقی شاد بشنوین که حس مثبت و مقبول بر ذهن شما القا شود و الهی موسیقی بسیار غم انگیز که هر روز بر شما این حسی که قبلا عزیزی هم گفت که یک کسی در ذهن ما هست ما اصلا پیداش کرده نمیتونم، خودت گم کردی در لابلای مشکلات خود و اصلا در اونجا جستجو داری، تقلا داری در عین نیافته ها و نداشته ها، کوشش میکنی که خودت با امو امیال آرزوهای سرکوب شده دوران طفولیتت وفق بدی. در دوران طفولیت ما یک حس بینش داشتیم و در برخی مواقع شاید زیاد مورد محبت و مهر و محبت مادر قرار نگرفتیم. امروز هر دختری که میشه میایه آنن ما عاشقش میشیم، به دلیلی که کم مهری مادر، فکرتان باشه، این روانشناسی ثابت ساخته، کم مهری مادر، خانواده، توجهات به طرف فرزند، اینا دلیل شده که یه آدم دلباخته سبکسر سره باشه. سبکسر به معنای احساسیش که هر دختر مقبول و رعنا را دید بیشتر از این که در وجود از او یک نو یک بینش های مبتنی بر نیازهای خود داشته باشه، همو کم مهری ها و احساسات دوران طفولیت و کودکی خود در وجود از اونا تقلا بکنه. بیشتر از اینکه یک آدم بزرگ 20-21 ساله باشه، یک کودک 6-7 ماهی میچسبه به جان طرف مقابل و بعد شما وقتی که اینا با هم یک جای شدن، همین کودک وجود از اینا گل میکنه و بالاخره نمیپذیره، مثل اسباب بازی دوران کودکی خیلی تقلا میکنه پشتش کودک، هی زمین و زمان یکی میکنن، گریان میکنن و چیغ و فریاد میکنن، در آخر برش همین بازیچه را پدر مادر میخرن و میترن. بعد از چند ساعت سیر میشه و مندازش به یک طرف و اگر شکست ماند و شاید بارها و بارها شده که اصلا نگه او را به عنوان یک نیاز هم نداشته باشه و برش توجه هم نکنه. بنان فراموش نکنیم که ما احساس ما احساس دوران طفولیت ما هست، ما همو عزیزی کوچک هستم که در دوران طفولیت محبت گم کردیم. امروز در وجود هر فرد وابسته میشم و درگرم میشم و بالاخره حس میکنم که یک بینش نامتعارف ناشناخته در وجود من هست. امروز هم با این احساس با پیش میرم و احساسات من نمیشناسم. تا زمانی که احساساتت نشناختی، تا زمانی که حست تشخیص دادن نتانستی، مدیریت بر افکار داشتی، زمینه به خاطر موفقیت ها بر خودت مساعد نمیشه. دنیا شما را به عنوان یک انسان موفق و اثرگذار نمیپذیره، به دلیلی که هنوز خودتان با خودتان مواجه و مقابل نشدیم. بله. ای از گفتنی های ما به عزیزی و به مقیم به هر دشت. بله. استاد نهاد محترم دو دقیقه وقت داریم و پیام های زیادی هم دریافت کردیم. اگر موفق باشین این بحث به یک روز دیگه هم اختصاص بدیم. ان شاء الله. چون مشکلات زیاد است. ادامه و دنبالی از این بحث را می داشته باشیم. بله، چند بیننده ما پیام فرستاده بودن که نوشته بودن. البته آقای نظری گفتن سلام، بسیار خوب، موفق باشین. بیننده ما حبیب الله پهلوانی گفتن از این برادر بپرس که عشق یک طرفه یا دو طرفه؟ حتما چرونی. بیننده بعدی ما هم حاجی زبرالله الماسی گفتن سلام. بیننده بعدی ما گفتن سلام، امان الله هستم، من عاشق کسی هستم، او برای من نمیرسه اما دیوانه او هستم، من باید چیکار کنم؟ چرا هست دیوانه؟ امی قسمت خودت از آب، مگر شما را آب آورده و آنقدر ناچیز و آنقدر کمبها هستی که میدانی به اون نمیرسی و خودت هی تقلا میکنی. منشا در عدم اعتماد به نفس شما و ای که خودت چقدر کمبها میدانی، اینا را ما در برنامه های متعدد به خاطر بلند بردن اعتماد به نفس شما برنامه ها می داشته باشم که شما بتانین اعتماد به نفستان با معذرت اکمال بکنین و بتانین من بعد به این حس و بینش برسین که وابسته کسی نشی، به خاطر کسی نموری که او به خاطر تو تب نمی کنه یا اصلا او خبر نداره و گاهن و گاهن هم نه که ابدا بر او رسیده نمی تانی.
بلان فریب و جفایی که خودت به حق خودت میکنی ایره من بعد باید متوقف بسازی از طریق داشتن برنامه هایی که من راهنمایی هایی به خاطر اعتماد به نفس در برنامه های متعدد انشالله میداشته باشم. شما با ما باش و انشالله من برتان میگم که ثابت میسازم که او احساسات را دنبال بکنین موفق شوین و من بعد وابسته کسی نشین. امین جان هم سلام فرستادن، البته امین جان مرزایی و امیر جان هم سلام گفتن. حاجی نایت الله گفتن سلام علیکم، تشکر. احمد صوفی گفت من یک سوال دارم، سوالتان میتونین مطرح کنین. خیرالله اکرم زاده هم سلام گفتن. بیننده بعدی ما گفتن دکتر صاحب ما عاشق هستم اما او دختر عروسی کرده 3 سال میشه، من میخوام فراموش کنم اما خود او کال میکنه، مسج میکنه، خودم در یاد میاره، بگو چی کنم دکتر صاحب؟ اونم خدا فریب میتا خیانت میکنه و شما هم زمینه خیانت بیشتر میسازیم. بله بیننده بعدی گفته اونا هنوز کنار نامدن و نپذیرفتن که ازدواج کردن و متاسفانه خیانت 3 تا خیانت شکل گرفته. اولی که در وجود شما یا ای که شما تقلا و تلاش نکردین که ازدواج را شما باید میداشتین که نکردین، یک دومی که اونها فعلا ازدواج کردن و با او فرد خیانت میکنن، سوم اگر شما همین زمینه را برشان مساعدتر میسازین خائن تر از شما با تاسف گیره میگم نخواد بود، به دلیلی که او احساسات مال زمانی بود که شما باید پیش از اون ازدواج میکرد تلاش میکردین تقلا میکردین تا به دست بیارین. حالا این گونه شرایط مسلمن گم شده هایی دارن، اگر اونا تقلا میکنن و جستجو میکنن شما را، پس ازدواجشان بر مبنای چی؟ و حالا اگر ازدواج کردن ای که بر شما پس دوباره رجوع میکنن و دل واپس شما هست و تا امروز شما را فراموش کردن نتانسته، به هر حال اینجا شما بیشتر زمینه سازی را کوتاه بسازین و زمینه به قول اجتماعی شوخی را که دارم میگم دم درازک را اضافه نمانین، قطع بکنین و دیگه برشان به عنوان یک کسی که مشاور خوب است بگوین که من بعد شما زندگی مستقل خودتان دارم. اینه بعد از یک ساعت سوال شما براخره جواب پیدا کرد، گله شما هم بجا شد. فرهاد جان کریمی گفتن من برنامه شما را از خارج از وطن دنبال میکنم، واقعا دوست داشتنی است، برنامه شما موفق و پیروز باشین. بیرنده بعدی ما هم سمدی صافی گفتن سلام خوبین. یک بیرنده ما از دکتر صاحب پرسان کردن گفتن کم سوال شخصی دکتر گفتن سلام جناب دکتر، عاشق چیزی هم شدی گایی؟ عاشق خب به هر حال یک حس خیلی ها طبیعی است، اما تشخیص دادیم و آگاهی کردیم، آگاه بودیم که این حس را چرا دارم، طرف مقابل کی هست، مچ کی هستم و چگونه میتونم این احساس مرا از راه بدر نسازم. امیدوار هستم که این سوال شخصی تانم جواب شده باشه. بله پیام های زیادی داریم در برنامه امروز. بیننده گفتن سلام به دکتر صاحب محترم و نتاق محترمه بیننده های پروگرام شما، من یکی از دوستان خوب خود را دوست دارم و دوستم همچنان بنده را دوست دارد، اما فامیلی دوستم به کس دیگر روابط دوستی دخترشان را داده. خب سوال شما را میگذاریم، سوال های زیاد دریافت کردیم، این بحث چون خیلی بحث کلان شد و مشکلات هم واقعا زیاد بود، ما پیام ها و تماس های زیاد در برنامه امروز دریافت کردیم، متاسفانه نتونستیم جواب بگیم. به هفته آینده و روز شنبه این موضوع را باز هم در برنامه خواهد داشتیم، ما هنوز برای حلش نرسیدیم استاد، فقط در حد 2 تا 3 تا راه حل هایی داشتیم. اولی که افکار منفی را دور کنیم، دوم در طرف مقابل که قابل دسترسی نیست او را از بین ببریم این حس و بینش، سوم موسیقی غم انگیز گفتیم من بعد منها بکنیم، منفی بکنیم از زندگی ما، چهارم و پنجم و دوم تا 30 مرحله که هست تمامش انشالله براتون توضیح میدیم. انشالله هفته آینده روز شنبه با این موضوع با شما خواهد بودیم. تشکر میکنم از حضور همه شما و همچنین از دکتر صاحب که در این بس مرا همراهی کردن. واقعا معلومات دکتر صاحب و مهمان و صاحب نظر برنامه ما میتونه که رهگشای رای ما باشه و گره های زندگی ما رو یکی پی دیگر باز کنه و راه را برای زیستن بهتر ما هموار بسازه. این بود برنامه حاضر، تا رمز زندگی دیگر باز هم که با شما خواهد بودیم. همه ایتانا به خدا تمام اسپر موفق باشه.